حمایت عجیب امیر تتلو از اعضای گروه زدبازی. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت هایی که امیر تتلو انجام داده و از گروه زدبازی حمایت کرده رو با هم میبینیم و میشنویم. شما هم برای اینکه ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال زرد تیوی، خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون توپ باشه. دیشب کنسرت زدبازی بودش و با اعضای اصلی این گروه توی استانبول ترکیه کنسرتشون رو برگزار کرد. تتلو به غیر از سهراب امجی با خیلی از اعضای گروه زدبازی دعوا داشته توی تایم‌های مختلف و کلاً هم بارها مصاحبه کرد و گفته که من به غیر از خودم هیچ خواننده و رپری رو قبول ندارم. ولی خب الان به یک بار اومدش از گروه زدبازی حمایت کرد و گفتش که همه طرفداران باید پاشن برن توی کنسرت زدبازی شرکت کنن. منم خودم اگه یه ماه دیگه کنسرت نداشتم و مجبور به قرنطینه نبودم، پا میشدم امشب میرفتم کنسرت و یه دیداری هم با رفیقای قدیمی من انجام میدادم. تتلو توی بخش کامیونیتی یوتیوبش اینجوری نوشت: امشب کنسرت زدبازی تو استانبوله، اگه هنوز نمیدونید حتما برید، امیدوارم موفق باشه و سالون بهتره که براشون. از هیجان و پول و موفقیت که این رفقا واقعا قدیمیان و زحمت کشیده تو این راه. من چون خودم یه ما دیگه کنسرت دارم و باید تو قرنطینه بمونم نتونستم برم، وگرنه واقعا دوست داشتم برم و دوستامم میرن همه. خب رفقا، نظرتون راجع به صحبت‌های تتلو چیه؟ تتلو نشون داده بود قبلا که با هیچ کدوم از همسنفای خودش خیلی نمیتونه روابط حسنه‌ای برقرار کنه. نمونش هم قدیمی ترین دوستش رضا پیشرو بودش که بارها با هم قهر و آشتی کردن. ولی خب این بار حمایتی که از زدبازی انجام داد یکم عجیب غریب بود. نظر شما چیه؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برام بنویسید. یادتون هم نره که از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم بکوبید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.